سلام، از سلام لازم میکنم. من حفاظ میکارمی هستم، طرف نوره گرشانسی باشک هستم. خود همتون خوش آمد میکرم. قبل از این که اندکی در مورد برنامه امشب و سخنرانان امشب صحبت کنم، میخوام در مورد دو سه تا برنامه که با پایان این ترم در پیش داریم خدمتون عرض بکنم. این یه دوره هفته دیگه درست سه‌شنبه در ساختمون در همین جا در همین ساعت خانم پرینوش صنعی که یک رمان نویس بسیار بسیار موفق ایران هستن و چندین رمان بسیار موفق نوشتن که در ایران به چاپ‌های متعدد رسیده و به زبان‌های مختلف ترجمه شده. یکیش رمان معروف سهم من هست در مورد ادبیات ایران بعد از انقلاب و حضور زنان در ادبیات صحبت خواهم کرد. هفته بعدش در هفتم نهم مارس معذرت می‌خوام در سیمکس آدیتوریوم بسیار بزرگی که در استنفورد هست توی ساختمان بیزنس ادمنستریشن ساعت 6 تا 8 ما سخنرانی داریم از آقای دکتر فرانسیس دوبا، یکی از معروفترین اِوولوشنری بیولوژیست ها هستند. کتاب های بسیار جالبی در مورد اخلاق در میان میمون ها نوشتن و ریشه های ژنتیکی اخلاق و ریشه های بیولوژیک اخلاق و این مبحث که آیا اخلاق اصولا منشأ الزاماً الهی داره یا میتونه بهش کاش ریشه های بیولوژیک هم بارش. کتاب جدیدی هم در این مورد نوشته، کتاب قبلیش در مورد خدا ناشناسی در مورد میمون ها بود که کتاب بسیار بسیار درخشانیه. کتاب قبلیش در مورد اخلاق در مورد میمون ها بود و در این مورد صحبت خواهد کرد. کتاب جدیدش هم امال خواهد کرد. دو نمایش هم ما در قبل از پایان تر روی صحنه خواهیم بود. یکیش همین شنبه است، شنبه 27 فوریه، نمایش 600 آقای ناصر رحمانی نژاد میان روح و ما که در سان فرانسیسکو است و یک اجرا ازش پیشتر نخواهد بود و برای جزئیاتش و برای اختیار بلیط باید تشریف ببرید به استنفورد تیکت آفیس یا سایت ایرانیان استادیز، از اونجا هولتون میدن به طرف استنفورد تیکت آفیس که بتونید بلیط تهیه کنید. جا برای این محدود سالن کوچیک هست و اگر حتما میخواید تشریف ببرید حتما باید زودتر اقدام کنید. یک نمایش دیگری که در واقع هدیه سال نو ما هست به همه ایرانیان این منطقه و جهان به نوعی، برای اینکه بعدا میذاریمش در یک سایتی که بعدا بتونن تماشا کنند، نمایش جدیدی است از آقای بهرام بیزایی به نام طربنامه. نمایشی است که بخش اولش در 4 ساعت در مارس 26 و 27 و آوریل اول، دوم و سوم در همین منطقه در دیانزا پرفورمینگ آرت سنتر اجرا خواهد شد. برای اون هم میتونید تشویق دارید در به اختیار بلیتش. توصیه من برای اینکه در این مورد 4 اجرا داریم و سالن هم نسبتاً بزرگه، ولی از استقبالی که در دو روز اول شده توصیه من است که اگر میخواید حتما بلیت دریافت بکنید تشویق ببرید و زودتر دریافت بکنید بلیتتون رو یا اختیار بکنید. نمایشی است بر اساس تخت حوزی. سخنرانی آقای بیزایی بود که در هفته پیش در استنفورد انجام دادن که در واقع ریشه های تاریخی این نمایش رو توضیح میکنه. ما اون ویدیو رو به زودی در سایت ایرانیان استادیز خواهیم گذاشت و میتونید به این ویدیو تشبه بگید، سایت ما تشبه بگید به اون ویدیو رو ببینید و مطلع بشید. و اما درباره برنامه امشب ما، در حقیقت این برنامه اولین گام در راه آغاز یک طرحی است که امشب میشه گفت که اولین و نشست این پروژه است.
یه پروژه‌ای است که از همین هفته آینده در استنفورد دکتری ایرانشون بسید دانشگاه استنفورد شروعش میکنیم. این دو دوست بسیار عزیزی که اینجا نشستن الان یک سالی است که دارن با من لطف میکنن، همکاری میکنن، ساعت فراوانی صرف این کار کردن که ما طرحی بنویسیم و برای این طرح بتونیم حمایت از دانشگاه بگیریم، حمایت از حمید مقدم گرفتیم و این طرح به ما اجازه خواهد داد و توضیحش رو بیشتر خواهم داد که در یک فضای دانشگاهی فارغ از ایدئولوژی برای آینده واقعا بحران زدهی اقتصاد ایران کسانی که عقلشون بهتر از کسانی که ایران رو در میرسه چاره اندیشی بکنن و سعی بکنن در یک محیط علمی با استفاده از علم و با استفاده از اقتصاد و با استفاده از مهندسی با چاره هایی برای ایران ایجاد پیدا کنن. گام اول هم یک کنفرانس کوچیک خواهد بود، بعد از کنفرانس کوچیک یک کنفرانس بزرگتر بزرگ کرد و طرح‌هایی رو این دوستان کمک خواهند کرد که انجامش بدیم. این طرح در واقع حامی اصلیش حمید مقدم هست، دانشگاه استنفورد ما کمک کرده برای اینکه این کار رو انجام بدیم و امیدمون هست که کمک‌های بیشتری از دانشگاه و از دیگران بگیریم برای اینکه به نظر من طرح بسیار بسیار مهم است. کمتر کسی است که نشسته اینجور که این دو نفر واقعا الان مدتی است دارن با دلسوزی در مورد ایران به این مسئله فکر میکنن. کمتر کسی من دیدم که بتونه با این دقت و با این حوصله و با این درایت و با این سابقه درخشانی که اینها بودن در این مسئله رایزنی کرده باشن و باید کار سراغ کرده باشن. آقای دکتر بهتار امینزاده و آقای دکتر یا آزادی امشب در مورد بخشی از این کارهایی که تا باید کردن و در فکر انجامش هستن صحبت خواهند کرد. آقای پویای آزادی به زودی در استنفورد خواهند بود، ما خواهند پیوست و به عنوان مدیر اجرایی این طرح به ما کمک خواهند کرد که بتونیم طرحهای لازم برای انجام این پروژه رو اداره بکنیم. یک هیئت مدیره برای این کار برگزیدیم که ما سه نفر درش هستیم، حمید مقدم هست، فرانسیس فوکویاما معروف هست و مایک مکفا که رئیس مرکز تحقیقات FSI و قبلا سفیر آمریکا در روسیه. این هیئت در واقع کار اداره فکری این پروژه رو پیش خواهند برد و کمک خواهند کرد که امیدوارم گسترش بیشتری پیدا بکنه به این مرکز قابل اعتمادی. من در مورد آینده ایران معمولا خیلی خوشبینم بودم. دوستانی که شنیدن حرفای من رو میدونن که من خوشبینی دارم، شاید هم زیادی خوشبینم، ولی هر وقت کسانی مثل این دارم صحبت میکنم خوشبینی خیلی بیشتر میشه. آینده ایران رو به نظر من جوانهایی مثل اینها، مثل بسیاری از جوانهای دیگری که در این سالن الان نشستن و دانشجویان درخشان ایران هستن که در استنفورد اومدن، اینها رقم خواهند زد و اون آینده به رغم همه ویرانی هم که همیار بیان هست، به رغم همه کارهای دراستی چه گفتن بیزی که در اقتصاد ایران آمده، به لحاظ این افراد و درایتشون و میهن درستیشون آینده درخشان هست. من مختلفی از اینا بری دارید همه برنامه هایی که من گفتم به جزیاتش اینجا هست. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید، خوشحالم که در خدمتتون هستیم. تشکر میکنم چون از جناب آقای دکتر ایلالی اول لطفشون مدت اجازه شکل نامزدانشون بعضی به بعض هم احتمالا تشریف خواهد شدش بیشتر واقعا
عرض کنم که همونطور که مطلع هستیم بحث امروز ما در رابطه با راه‌های مشارکت محققین ایرانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند در توسعه و فرآیند توسعه اقتصادی کشور و مطالبی که خدمتتون آماده کردیم در سه بخش در واقع ارائه می‌کنیم خدمتتون. در قسمت اول نگاهی می‌کنیم به شاخص‌های کلان اقتصادی و جمعیتی ایران در حال حاضر و گذشته نشدیم دور ایران و بعد از اون وارد حوزه انرژی میشیم، نگاه میکنیم به نفت، راجع به نفت و بایو فیول صحبت میکنیم، گرشهایی هست کنیم که زمین کاری خودمون هستش، هم اعداد زمین نفت کار رو کنیم، من کمی راجع به بایو فیول ها میدونم و در انتها به معرفی پروژه‌ای که شروع خواهیم کرد به زودی بعد از این کلاس‌ها رو جدی کنم و راست میکنم شاید به قسمت رو راست کنیم. اصلا که قبل از اینکه وارد بحث بشیم من این قول و بشارت رو بدم به شما که قبل علیرغم اینکه من باید تلگرافرام شیمی خوندیم امروز اینجا قرار نیست که دنبال اتم مولکول بداریم، نه چه خیالتون راحت باشه به قول علما لا تخف و لا تحزن، نگران نباشید. اصلا که راجع به عکسی که مشاهده می‌فرمایید گذاشت رو کار رو بشونه هر چهار عکس متعلق به پادشگاه آبادانه، اصلا که عکس بالا سمت چپ 100 سال پیشه بعد تأسیس پادشگاه موقعی سیست عدد پادشگاه 2500 بشکه در روز بوده. اگر حالا شاید اینا خوب مشخص هم شاید در عکس بزرگترش رو مشاهده رامید از طول سایه ها و جدیتی که توی شهره افراد هست موقعی را رفتن میشه از سرکه عکس موقع زور گرفته شده که داشتن گرفتن آرون نماز افتماده. عکس دوم بالا سمت راست تصویر هوایی است از آن پالایشگاه آبادان 50-60 سال پیش مقارن با زمانی که پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه بشه محکم پالایشگاه دنیا رو. پایین سمت چپ در واقع حراقه های پالایشگاه بعد از جنگ چیزی ازش باقی نمونده و پایین سمت راست وضعیت کنونی پالایشگاه 400 هزار بشکه در روز سرعت پالایش و به حال حاضر بزرگترین پالایشگاه کشور ایران. شما در یک باب مشاهده می‌کنید که چه گذشته پرفراز و نشیبی داشته یکی از مهمترین واحدهای صنعتی کشور. اصلا که برای اینکه شروع کنیم بحث رو بیایم ببینیم که اصلا چه تصویری داریم هر کدوممون از آینده ایران، مثلا ربع قرن یا 25 سال از الان سال 2040 چگونه می‌بینیم ایران رو؟ مثلا به نظر شما یا پایتخت ایران هنوز تهرانه یا یه زلزله اومده یا به خاطر آلودگی هوا یا کمبود منابع آبی مجبور شدن که پایتخت رو جابجا کنن و یا اینکه تاثیرات هستونم که تغییرات اقلیمی بر آینده ایران چی؟ آیا باعث میشه که مهاجرت های دست جمعی صورت بگیره؟ چه تأثیری بر کشاورزی ما خواهد داشت؟ چه تأثیری بر منابع آبی ما خواهد داشت؟ قیمت دلار چنده؟ یا ارزش ریال در واقع چقدر؟ 25 سال پیش دلار هلوش 300 تومن بود، الان نرخ پس میشه 3500 تومن و بازارش 3500 تومن، 10 برابر شده. آیا 25 سال آینده سال 2006 دلار 35000 تومن خواهد بود؟ و از همه اینو مهمتر اگر سال 2040 بریم روی گوگل مپس یا هر چیز دیگه که خواهد بود آیا همچنان درجه ارومیه رو میبینیم یا فشاش از کنم که لکه سفیدی از نمک رو میبینیم؟ و سوال های از این دست این سوال های خیلی آسون نیست ولی روز من جواب ساده ای نداره و از اون تاثیر جرک رو خواهد داشت بر زندگی ایرانی ها. اصلا که ولی برای اینکه بحث حالا خیلی سمت و سوی ایشالایی با خودش نگیره یکی اگه نگاه کنیم به آمار ارقام اول از همه جمعیت ایران در ابتدای انقلاب یک سال در انقلاب 1980 که مبلغ نمودار بس که ما امروز به شما نشون خواهیم داد کمی اندکی کمتر از 40 میلیون نفر بوده و خب الان رسیده به بلوش 80 میلیون نفر در طی این سالیان و خط قرمز رو که مشاهده می‌فرمایید اون در واقع نشون دهنده نرخ در واقع افزایش جمعیت که بدی در ابتدای انقلاب یه چیزی بلوش 45 نفر به ازای هر 1000 نفر بود، یعنی هر سال 45 نفر در واقع
اضافه میشد یا بالا میشن و خرچه دار میشده و اون عدد الان در آموزه رسیده به نزدیک 17 نفر و پیشبینی میشه که در آینده تا سال 2030 کاهش پیدا کنه، پیشبینی بانک جهانی کاهش پیدا کنه به نزدیک 10 نفر که اگر همچنین اتفاقی بیفته جمعیت ما در آموزه تعادلی نزدیک خواهد شد به مرز 90 میلیون نفر. حتی همه ماجرا نیست، وقتی شما راجع به جمعیت رو بگوید دفعه در واقع کرم جمعیتی و ساختار جمعیت رو هم در نظر بگیرید. در سال 80 همونطور که مشاهده کردید که جمعیت نوزادانی بودن که اون موقع به دنیا آمدن، تقریبا الان همسال ما هستیم و ما اونجا بودیم و 20 سال بعد میبینید که دیگه جمعیت حرکت کرده به سمت بالا، رفته وارد دبیرستان شده، راهنمایی دبیرستان دانشگاه و خب اون موقع به همین نیاز به مدرسه زیاد بوده. 20 سال بعد که تقریبا این روزا میشه افتران که پیک جمعیت فارما تحصیل شده، وارد بازار کار شده، حجم عظیمی از کار باید ایجاد بشه که در واقع جوابی نسل ما باشه در واقع. و از همه مهمتر 20 سال دیگه میبینید که چه توزیع جمعیت از کنم که بد قواره‌ای خواهیم داشت. شبیه کشورهای شبیه مثل ژاپن مثل که پیک جمعیت ما پیره و کسایی که الان به دنیا میان اون موقع احتمالاً 25 سال 30 سالشون خواهد بود، اونا زندگی دشواری خواهند داشت. میکنه که هم باید هزینه بازنشستگی و دوا دکتر ما رو بدن و حالا هم به فکر بچه هاشون باشن. عرض کنم که اینم از این قسمت. نکته دیگه که در مورد جمعیت مهم مهاجرته. عرض کنم که توی مطالعاتی که صورت گرفته توسط IMF و دیگر مؤسسات معتبر، مهاجرت در ایران رو به سه فاز یا سه موج مختلف تقسیم میکنم. موج اول در قبل از انقلاب بوده، موقعی که کمتر قیمت نفت باعث شد که درآمد خانواده ایرانی زیاد بشه و طبقه متوسطی شکل بگیره، طبقه متمدنی شکل بگیره و این خانواده ها بچه هاشون رو برای تحصیل میفرستادن خارج. مثلا در دقیقا در قبل از انقلاب نزدیک 50,000 نفر ایرانی در امریکا مشغول به تحصیل بودن که بیشترین تعداد دانشجویان خارجی توی امریکا. و بعد از اون، بعد از انقلاب مهاجرت دلایل دیگه به خودش میگیره، دلایل مثلا دلایل سیاسی داشته، خیلی پناهنده شدن، خیلی کشور ترک کردن و بعدش با انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد، خیلی از اساتید بیکار شدن و از اونم که مجبور به جنگ وطن شدن. جنگ ایران و عراق هم که به دلایل معلوم تشدید کرد این قضیه رو و این داستان تقریبا تا زمان سال 95 قبل از اینکه آقای خاتم رئیس جمهور بشن تقریبا ادامه داشت. بعد از اون دیگه کم کم مهاجرت دلایل دیگری در واقع بانی رو باعث شدن و اون دلایل معمولا دلایل اجتماعی و دلایل اقتصادی بودن و توی این مرحله از زمان یعنی سال 95 تا الان کسانی که از ایران خارج میشن دوباره دارای تحصیلات عالیه هستن، تحصیلات بالایی دارن و تخمین هایی که زده میشه اینه که این عدد مهاجری در حال حاضر یه چیز نزدیک 150,000 نفر در ساله که اگر بخوایم تبدیلش کنیم به ضرری که کشور میبینه یه چیزی حدود 50 میلیارد دلار در سال. از کنم این از خلاصه جمعیت به بحث مهاجرت در ایران فعلی. وارد مباحث اقتصادی بشیم یه کمی. این نموداری که مشاهده فرمایید جی دی پی ایران رو سایز اقتصاد ایران نشون میده بعد از انقلاب از 1980 تا کنون یا ازش به آخرین دیتا که وجود داشته و 8 سال بود داشته. از کنم که این زمان جنگ و تا رقبه از اول انقلاب تا سال 2000 جی دی پی ایران حدود 100 میلیارد دلار در سال در نوسان بوده. بعضی موقع بیشتر میشده، بعضی موقع کمتر میشده. موقع که بیشتر میشده لزوما به معنی این نبوده که حالا اقتصاد بخواد این جی دی پی نامینال در حال باید ببینیم که قیمت دلار در سیاست های دلاری با چی بوده، ولی حال روش از 100 میلیارد دلار به خیلی رشد عجیب غریبی نداشته باشه، در واقع زیادی نداشته. از سال 2000 کم کم شروع می‌کنه به رشد کردن اقتصاد ایران و از سال 2004 به خاطر افزایش قیمت نفت 2004-2005 می‌بینید که چه سر سودی به خودش گرفته که در سال 2011 به هلوش 600 میلیارد دلار می‌رسه که بیشتر جی دی پی بوده که ایران تا کنون تجربه کرده. و بعد از اون اواخر سال 2011 تحریم شروع میشه فاز اول و تابستون سال 2012 تشدید میشه بانک مرکزی و بعد از کشیرانی و سال
صادرات نفت ایران مختل میشه و دیدی نفت ثابت میمونه و بعد از اون هم به شدت خوب میکنه از 600 میلیارد دلار کمی بیش از 400 میلیارد دلار یه نزدیک 30% اقتصاد مملکت منقبض شد سر این داستان تحریم ها. هفتم که در مقام مقایسه کشور عربستان خب از اول انقلاب در واقع چون کمی بیش از ما بود بعضی موقع بیشتر بود بعضی موقع کمتر بود ولی قابل مقایسه بود ولی در حال حاضر مشاهده کنیم که جی‌دی‌پی‌شون از 750 میلیارد دلار چیزی تقریبا دو برابر ما معادل دو برابر جی‌دی‌پی ایران با جمعیت هولوش 30% که عرض کنم که اگه شاخص های رفاه شما در نظر بگیرید که جی دی پی و کپیتالس به ازای هر نفر آدم چون حساب بگید چقدر هر نفر از محلی عربستانی در آنجا بیشتر از ما تحلیل بر از اقتصاد و کشور ترکیه و عربستان از کنم که اقتصاد داره که مثل ما بین آنه متکی به نفته کشور ترکیه حالا خیلی نار نداره تو 20 دارو از کنم که شلواجون میسازه و اونم از کنم که وقتی که مقایسه این فرمایید این که قبل از انقلاب به صورت پیوسته کمتر از ما بوده در اوایل انقلاب کمتر از ما بوده و الان مثل که به عدد 800 میلیون دلار بیش از عربستان و از کنم که این بکنم به روشنی نشون میده راهی که ما میتونستیم بریم با توجه به تمام ذخایر مصرفی نفتی و بقیه موهباتی که در اختیار ما هست ولی متاسفانه موفق نشده. از شرط که از لحاظ بخش مختلف اقتصادی کمیش از اول انقلاب بخش خدمات سرویس از اینکه 50% یا نیمی از اقتصاد ایران تشکیل میده صنعت که نفت و گاز و پتروشیمی هم شاملش میشه 35% اقتصاد بوده کمیش و کشاورزی بوده از اینکه مابقی رو تشکیل میده ایش طور میشه 10-15% برحال اول انقلاب مطلع هستن که جمعه اسلامی خیلی تلاش کردش که در واقع کشاورزی در ایران با بگیره یا در واقع بزرگتر بشه و ایران به خودکفایی برسه از لحاظ تامین منابع غذایی و خب تا حدی هم موفق بود می‌بینید که درصدش بیشتر شده ولی به مرور دوباره سهمش از اقتصاد ایران کوچیک شد. عرض کنم که برسیم به بحث شیرین قیمت نفت و درآمدهای نفتی. از شبه که قیمت نفت همونطور که این نمودار خط سبز رنگ نشون میده از اوایل انقلاب تا نزدیک سال 2002-2003 حالا خوشه اکنون که 30 دلار 40 دلار بعضا 20 دلار زمان رو خواهدنی کمترم شده بود در نوستان بوده و درآمد نفتی ایران هم که از واقع تولید نفت دست میمده یک دوله بشه شاید 20 میلیارد بوده در آن زمان کمی بیشتر کمی کمتر ولی از سال 2004 هم تولید ایران و هم توی اصلاحات ولی خواهیدید تولید ایران به شدت افزایش پیدا کرد همزمان قیمت نفت هم افزایش پیدا کرد و در نتیجه ضرر این دو به شدت افزایش پیدا کرد و درآمدهای زیادی سرازیر شد به سمت خزانه مملکت و می‌بینید دیگه تا صد و خوردی تا صد و عرض کنم که شاید 50 میلیارد دلار در سال ایران نفت تولید کرده در بعضی سالمون افزایش میشه اواخر دوران اهرمی شد و بعد از اون توی دو مرحله این درآمد به شدت کم شد. مرحله اول تحریم ها بود که همچنین که عرض کردم اواخر 2011-2012 شروع شد و کم کم فالشگاه اروپایی خرید نفت را از ایران کاهش دادن و نزدیک یک میلیون بشکه نهایتا از صادرات نفت ایران کم شد دو میلیون میلیون و در فاز دوم که از سپتامبر و اکتبر 2014 شروع شد قیمت نفت به شدت افت کرد همچنین که در جریان هستیم و در نتیجه در واقع مارجین سود ایران به شدت کم شد و اصلا که تا اونجا که من پیگیر قضیه بودم فرق غلامی رو اساس علمای اقتصاد در واقع علمای علم اقتصاد انرژی از کنم که اعتقاد دارن که ضرری که کاهش قیمت نفت در 5 سال آینده به اقتصاد ایران میزنه بیش از ضرری است که تحریم ها در 5 سال گذشته به اقتصاد ایران زده و این چیزی که باید نگران بود ازش و شاید ترسید.
اگر قیمت نفت در همین حد بمونه. مشاهده می کنم که در واقع درآمد نفتی که ایران در حال حاضر داره تقریبا معادل درآمدی است که قبل از سال 2004 داشته و اصلا که این از اون متعلق جمعیت نمیشه به خرج زیاد شده و تورم در نظر بگیریم که خیلی شرایط روشنی رو نمیشه پایین قیمت نفت مستقر شد. اصلا که من اینجا فکر کنم که این هم اصلا که اینجا شما توی این نمودار قیمت نفت رو در واقع درآمد نفتی ایران رو و درآمد نفتی ایران رو و جی دی پی ایران رو توی یک نمودار ببینید که اگر این نسبتش رو تنظیم کنیم ببینید که نوعا یه چیزی هولوش 25% تا 30% 35% از اون به جی دی پی ایران درآمدهای نفتی بوده در طی 15 سال گذشته. خب این عدد در موازه به شدت کاهش پیدا کرده و وقتی این عدد کم بشه به مرور جی دی پی ایران هم آب میره و کوچیک میشه. از کنم که من همینجا دیگه خالصه و بقیه و به اطلاعات که به زنه نفع اشتاعات رسیده ادامه میده. منم سلام عرض کنم. سخمه این خاموش کنم. منم سلام عرض کنم خدمتتون و تشکر میکنم از تشریف فرماییتون این برنامه. من خواهم یه ذره تخصصی‌تر راجع به نفت صحبت کنم. اینکه وضع الان نفت چجوریه، چه آینده‌ای یعنی میشه برای نفت ایران متصفر بود. برای این اول یه نگاهی به گذشته ایران بکنیم. از سال 1980 یعنی تقریباً بعد انقلاب میزان تولید ایران به شدت کاهش پیدا کرد. یعنی از یه حدود 6 میلیون بشکه در روز به سالهای 77-78 میرسه به حدود 1.5 میلیون بشکه. و همون نسبت هم صادرات ایران کم میشه. زمان جنگ به مرور زمان با یه ریت تقریباً پایینی تولید زیاد میشه، همینطور صادرات، تا اینکه سال 2008 ما به بیشترین میزان تولیدمون بعد انقلاب میرسیم که یک سعود 4000 میلیون بشکه است. که این تقریباً معادل سبد اوپکیه که برای ایران تعیین شده. خب به همین تدریج هم صادرات نفت ایران زیاد میشه و به یک سعود 2.5 میلیون بشکه در روز میرسیم. تا اینکه میرسیم به زمان تحریم ها و باعث میشه 1 میلیون بشکه در روز صادرات ایران بیاد پایین. همینطور از کل تولید ایران 1 میلیون بشکه کم میشه. در اون تو مصرف هم ولی مصرف یه بیت سعودی داشته از زمان انقلاب بعد. البته سال 2008 با برداشتن یه بخشی از سوبسیدهای بنزین باعث میشه یه مقدار تولید بیاد پایین که از جبران شده دیگه. بعد از 2-3 سال اومد کار جبران شد. حالا بعد بیایم یه رابطه خیلی ساده حساب کنیم بین میزان مصرف نفت و رشد اقتصاد کشور. تو 35 سال گذشته نیستی در حدود بزه هر 1% افزایش جی دی پی ما تقریبا 3/4 رو افزایش مصرف نفت داشتیم. یعنی اگر اقتصاد ایران 4% رشد کرده باشه ما 3% افزایش مصرف نفت داریم. و اگر همین ریت رو بگیریم بریم جلو تا سال 2040 که هدف این برنامه هست نشون میده که روی رشد خیلی کانسرواتیو حدود 4% در سال مقدار مصرف نفت ایران میشه تقریباً هلوش 4 میلیون بشکه در روز. که این مساوی با بیشترین مقداری که ما تو 35 سال اخیر تونستیم کنیم. یعنی صادرات چه اتفاقی براش میفته یه سوالیه که سعی میکنیم به خودش جواب بدیم. خب نفت ایران با 1908 پیدا میشه. این عکسی که گوشه تصویر مشاهده میکنید اولین فوران نفت ایرانه که توسط شرکت ویلیام دارسی پیدا میشه که این بعدا میره جلو و تبدیل میشه به شرکتی که الان اسمش بی پی. به خاطر نفت ایران به یک شرکت بزرگی هم بی پی اومده. الان در حال حاضر ایران الهاز حجمی دومین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی دنیا رو داره.
70% این ذخایر تو خشکی هم و اکثرا هم خب نمیدونم چقدر میبینه، ولی تو جنوب غربی ایران سمت خوزستانه یه 30% هم منابعی که آفشور در خلیج فارس قرار داره. این مقدار محدودی هم ایران ذخایر نفتی و گازی تو دریای خزر داره که به خاطر مناقشات سیاسی بعد فروپاشی شوروی و مناقشات سیاسی که بین کشورهای حوزه دریای خزر وجود داره اون خیلی دیولپ نشد. در صورت آن دیولپ کامل ایران برای هر بشکه نفت تقریبا یه چیزی بین 8 تا 10 دلار هزینه این به نسبت بقیه اویل کمپانی ها، اینترنشنال اویل کمپانی ها مثل شفران که ایش دو 25 دلار به ازای هر بشکه نفت هزینه میکنه، این باعث میشه که ایران یه لحاظ اقتصادی فقط یه اپورتونیتی خوبی باشه برای سرمایه گذاری این کشور، چون که خیلی خیلی اختلاف زیاده، 8 تا 10 بشکه در برابر 25 دلاری که شرکت های نفتی از نمی کنند. ولی با همین قیمت نفت، با همین مقدار پایین هزینه که برای هر بشکه نفت هزینه میشه، به خاطر کاهش صادرات نفت، ایران یه چیزی در حدود 11 میلیارد دلار در سال سود میبره فروش نفت. این عدد خیلی نزدیک به عددیه که ایران به صورت نقدی این مقدار به عنوان یارانه بین مردم توزیع میکنه. یعنی کل درآمد نفت ایران یکی به خاطر کاهش قیمت نفت، دو به خاطر کاهش صادرات نفت، تقریباً همش فقط به عنوان یارانه نقدی، به عنوان پول تو جیبیه دیگه، از یه طرف میاد و از اون طرف هم دولت ایران مجبوره از نه. خب برای اینکه ببینیم که ایران آیا میتونه که به خاطر اینکه پول بیشتری به دست بیاره، صادرات بیشتر کنه، چه حدی میتونه تولید ببره بالا، برای این اول یه نگاهی بندازیم ببینیم ایران چقدر نفت داره و چه حدی میتونه تولید کنه. ولی مشکل اینه که یه سری ترمای مختلف استفاده میشه تو مهندسی نفت که خیلی هم ترمای واضحی نیست که من معرفی میکنم براتون. اول ریسورسه. این ریسورس در واقع نشون دهنده کل نفتیه که در زیر زمین وجود داره. تو خود این ریسورس به دو قسمت اون مقدار کشف شده است و اون قسمتی که کشف شده است تقسیم میشه. پس کل نفت ریسورس. خب از حالا از اون مقدار نفتی که کشف شده خودش باز سه بخش دیگه است که یه مقدارش که تا الان تولید شده که بهش پرودیوس میگن. یه مقدارش ریزروه که مقدار ریزرو اون مقدار نفتی که لحاظ تکنیکی الان دانش فنیش در دنیا وجود داره که این مقدار نفت میشه. و یه مقدارش هم کانتینجنت ریسورس میگن که لحاظ تکنیکی یه مشکلی برای تولیدش وجود داره. که البته با پیشرفتایی که دانش نفت وجود اومده تقریبا این جابجا میشه، یعنی اون چیزایی که کانتینجنت ریسورس بودن تبدیل میشن به ریزرو. مثلا همین 4 سال پیش یه مقدار زیادی از نفت شیل تو آمریکا جزء کانتینجنت ریسورس بوده و الان تبدیل شده به ریزرو. ولی یه قسمت کوچیکی از خود ریزرو هست که از لحاظ تکنیکی و اقتصادی توجیه داره برای اینکه تولید بشه. اینو بهش میگم پروف ریزرو. این پروف ریزرو یه شاخصیه که کشورها یا کمپانی‌های نفتی بر اساس اون اوالوییت میشه. یعنی به عنوان مثال، اگزان که بزرگترین شرکت نفتی آمریکاه، یه چیز در حدود 40 میلیارد بشکه به عنوان پروف ریزرو این کمپانی و از یه طرف هم این پروف ریزرو مهمه برای اینکه شاخص اوپک هم میشه، یعنی اون کوتای اوپک اون مقداری که هر کشور میتونه تولید کنه بر اساس این مقدار ریزروی که وجود داره بود. ایران هم اینجور که خدمتتون عرض کردم چهارمین داره چهارمین مخازن نفتی دنیا است و یه سود 158 میلیارد بشکه است. فقط باز تأکید کنم این پروف ریزرو و فقط یه مقدار کوچیکی از کل نفتی که تو داخل ایران بود. ولی اگه فرض کنیم که هیچ پیشرفت تکنولوژیکی نداریم و لحاظ اقتصادی هم در همین وضع بود، با همین رنج تولیدی که ما الان داریم
و با این مقدار ریزروی که داریم دوران دو ست سال آینده میتونم ولی این باید معنی نیست که میتونه واقعا ایران پتانسیل این وضعیت رو داره ولی اینکه این مقدار با این ریت میتونه تولید ادامه بده سوالی که الان سعی کنیم با اون جواب مشکل اصلی نفت ایران اینه که این صنعت فرسوده و قدیمی حدود 80% نفت ایران قبل از سال 1965 تشکیل شده و الان اکثر مخازن ایران تو نیمه دوم عمرشون سپری میکنه تو این مدل پایینی مشاهده میکنید سرعت تولید رو در واقع نشون میده بر اساس زمان از موقعی که یه نفتی کشف میشه یه چند سال طول میکشه برای اینکه اینفراستراکچرها دیولپ بشن و تا اینکه اولین نفت تولید بشه بعد از اون فیلد نفتی میزان تولید شروع میکنه به زیاد شدن تا اینکه به پلاتوی میرسه یه بسته به سایز مخزن نفتی که هست یه مدت زیادی توی اون پلاتو میمونه و بعد شروع میکنه به رو الان اکثر فیلدهای نفتی ایران به خاطر اینکه نیمه دوم زندگیشون هم این سالیانه سود 10-12% ما افت تولید داریم این به یه جایی ممکنه برسته که با وجود اینکه هنوز مقدار زیادی نفت وجود داره در زیر زمین به ما نمیتونه تولید بشه و خود این تیکه که پرایمری پروداکشن بهش میگن تو کشورهایی مثل آمریکا یا نروژ یه سر حدود 20 سال طول میکشه که این مرحله رو سپری کنن به خاطر تکنولوژی و به خاطر سرمایه‌گذاری که انجام میشه ولی تو ایران مثلا توی یه فیلدی مثل مسجد سلیمان که عکسش رو دیدیم بعد 100 سال که هنوز توی این مرحله بودیم سرعت تولید به اون جایی رسید که دیگه علاوه اقتصادی به صرفه نبود و فعلا در شما رو بستن که ببینن در آینده چی میشه یعنی ما هم از لحاظ اینکه خیلی قدیمی هستیم مشکل داریم هم اینکه فقط ما به این پرایمری پروداکشن بهام این باعث شده که مقدار ریکاوری فاکتور یا اون فاکتور بهره‌وری مخازن نفتی تو ایران سوالش 20-27% باشه یعنی همین عدد برای کشورهای مثل نروژ سوالش 47% و ایران که تو اون عدد 158 میلیارد بشته که ایران داره ضرب کنیم یه عدد وحشتناک زیاد باشه برای همین باید نیاز این که ما دنبال یه روش های جدیدی بگردیم که این تولید نفت افزایش پیدا کنه واجب برای این وگرنه همه فیلدهای نفتی به همون وضعی دچار میشن که فیلد مسجد سلیمان دچار شد این روش های زیاد برداشت هلوش 40 ساله تو آمریکا مورد بررسی قرار میگیره یه لیست از این طبیعیه که من حالا چند تاشو اینجا نشونتون بدم یه تعدادشون هست که الان در حال اجرا میشه توی خلیج فارس تعداد زیادشون مثلا موسلفی خیلی پاپیلاره و یه سری دیگه هم مثلا هنوز الان شرکت های نفتی به شدت دارن سرمایه‌گذاری میکنن برای اینکه حتی 1% بیشتر نفت تولید کنن 1% بیشتر نفت ضبط در اون 158 میلیارد بشکه کنین خودش یه عدد زیادیه پس واقعا مردم به صرف هست که یه همچین کاری بشه خب ایران هم یک کارهایی کرده ولی به طبق نظر EIA به خاطر مشکل های تکنولوژیکی و مشکل های تخصص اکثر این پروژه های ایران همینجوری یا کنسل شده یا تغییر شده ولی جالبه که بدونیم یه کنفرانسی وجود داره تو زمینه مهندسی نفت این کنفرانس یکی از معروف‌ترین کنفرانس های مهندسی نفت بهش ATCE میگن Annual Technical Conference and Exhibition که این هر سال برگزار میشه معمولا هم هر پروژه جدیدی هر تکنولوژی جدیدی قراره تولید بشه اول از اینجا شروع میشه من امسال با خاطر کارم داشتم اینا رو نگاه میکردم میگم تعداد آدم های ایرانی خیلی زیاده بعد اومدم دونه دونه شمردم همه گیرم و دیدم 16% مقاله هایی که توی این کنفرانس ارائه شده حداقل یه کانتریبیوتور ایرانی داشته و این همه ایرانی هایی هم که خارج از ایران
یعنی ما به شدت از تکنولوژی تو داخل ایران رنج می‌بریم و نبودش، ولی 16% تکنولوژی تو زمینه نفت داره توسط ایرانی‌های خارج داره میشه. حالا من خیلی راجع به این زیاده برداشت صحبت کردم. غیر از اینکه تولید افزایش تولید نفت می‌کنه، این روش‌های زیاده برداشت کمک‌های دیگه‌ای هم می‌کنه. مثلا یکی از روش‌های زیاده برداشت تزریق گازهایی که ما از مخازن گاز می‌کنیم. ایران بزرگترین کشوریه که این گازهای تولید شده رو می‌سوزونه که بهش فلرینگ میگن. در حدود 600 میلیارد فوت مکعب در سال. این حالا این غیر از اینکه این میتونه داخل مخزن دوباره تزریق بشه و واسه زیاده برداشت بشه، اتفاقا تا چند سال آینده اگر ما به همین روند را ادامه بدیم یه جریمه سنگینی به خاطر انتشار گازهای گلخانه‌ای مجبوریم پرداخت. حالا از یه طرف دیگه میشه به هر حال گازی که سوزونده میشه توی جاهای دیگه، توی پاور پلنت‌ها، جاهایی که برق تولید می‌کنن، میشه CO2 اون رو جدا کرد و اون دیوکسید کربن رو در واقع اینجکت کرد تو زمین، که این هم باعث میشه که CO2 از دیوکسید کربن از تو اتمسفر کم شه و هم باعث زیاده برداشت مخازن نفتی هم میشه. روش آخری هم که من سریع‌تر جمع‌بندی کنم، لو سالینیتی واتر فلاد بهش میگن، یعنی تزریق آب با شوری کمتر، که این طرح عربستان و عمان به شدت دارن سرمایه گذاری میکنن به این قضیه، به طوری که عربستان بزرگترین واحد دیسالینیشن پلنت دنیا رو داره احداث میکنه که سال 2017 مورد برقراری قرار میگیره و خب البته این سنگاهی هم دارن که این با دور خورشید کار میکنه و این علاوه بر این که باعث زیاده برداشت مخازن نفتی میشه، میتونه آب مورد نیاز کشاورزی رو هم مثلا حالا پویا از اینجا بعد یه مقایسه میکنه با این نفتی که به عنوان فسیل فیول معروفه و با بایو فیولی که با روش های دیگه تولید میشه. خب، از کنم که یه چند دقیقه هم راجع به بایوفیول صحبت کنیم. برای عزیزانی که شاید ندونه بایوفیول چیه، بایوفیول رو سوختی میگن که از بایومس یا از گیاهان اینا تولید میشه و مواردی که مثلا به عنوان نمونه شما میتونید بایوفیول از ذرت درست کنید، از نیشکر، از اتفاقی که برسید مثل ذرت اون فیدستاکی که اینجا توی میدرست امریکا توی ایالت آیوا خیلی خوش کار میشه و تولید زیادی داره. بنزینی که شما میزنید 10% بایو اتانول که از در ذرت و از چیزهای دیگه از جولبگ برای مثال میتونید شما مقدار زیادی در واقع روغن بگیریم که اون روغن رو بعد میتونید تبدیل کنید به دیزل. از کنم که دلایلی که ذکر میشه برای استفاده از بایوفیول ها ترجیبند هر مقاله که راجع به بایوفیول نوشته میشه دو چیزه، یکیش اینه که میگن که اعضای واحد انرژی که شما استفاده میکنید در واقع انتشار گازهای گلخانه‌ای کمتری داره، جی امیشن رو کم میکنه به ازای فرق کنه هر یکی مثل یک ماهی دیگه نه اصلا شما رو اندگی میکنید به ماشینتون. و دلیل دوم انرژی سکیوریتی، در واقع شما هر کشورتون وارد کننده نفته شما میتونید با تولید بایوفیول در کنار وارداتی که دارید یا تولید کمتر از مصرفی که دارید بتونید سکیوریتی انرژی، امنیت انرژی کشورتون رو بهبود بدید. اصلا که من یه نگاهی کردم به تعداد مقالاتی که در زمینه بایوفیول چاپ میشه، در واقع ساختار خود علم بایوفیول، چون بر خودم جالب بود این قضیه و مشاهده میکنم از سال 90 که من مقاله رو در واقع شمردم دستی نشوندم، ولی از اون وقتی که در واقع به صورت مکانیزه شمردم این علم داشته بر خودش کم کم روش پیدا میکرده. از هر سال تقریبا 50 تا مقاله از سال قبل بیشتر چاپ میشده، تا اینکه سال 2005 بلوش سال 2005 یه اتفاقی میفته که این باید در واقع به صورت روشش به صورت عمودی میشه. میبینید که محققین بوج بوج عمله میکنن تو بسای سطحی
اصلا که از سال 2005 می‌بینید که چقدر زیاد شده تعداد مقالاتی که چاپ شده و من جالب بود که ببینم اصلا دلیل این قضیه چیه؟ چی شد که چون معمولا تغییرات نرمالی رو انتظار دارید تو اینجور مقاله و قبل از اینکه به این سوال جواب بدیم باید نگاه کنیم مثلا دینامیک چاپ یه مقاله چیه؟ یعنی شما که می‌خواید یه مقاله چاپ کنید چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقاتی باید سلسله‌وار بیفته تا منتهی بشه به چاپ یک مقاله؟ خب اولش مطمئنن اینه که پول بگیرید، اگه پول بگیریم و پروپوزال بنویسید بفرستیم برای دولت موهن توی اینجور در واقع ریسرچ ها و دولت پول رو به شما میده، شما دانشجو استخدام کنید بیاد کار رو انجام بده، مقاله رو بنویسه، بفرستین، ریوایز بشه و نهایتا چاپ بشه. یه پروسه ای که عزیزم که انجام دادم میرم شاید دو سه سالی طول بکشه. در اینشه اگر دنبال میگردیم که چرا مقالات مرتبط با بایوپول از سال 2005 صورت عمودی رشد کردن و هر سال 550 مقاله بیش از سال قبل تقریبا داره چاپ میشه، از اون موقع باید نگاه کنید که ببینید دو سه سال قبلش اتفاقی افتاده. دو دلیل ذکر کردیم برای در واقع شایستگی و مزیت بایوفیول ها، یکیش اینه که در واقع انتشار گازهای گلخانه‌ای رو کم میکنه و دومی در واقع امنیت انرژی. اگر در حقوق فرمایین اینه که دو سه سال قبل سال 2002-2003 هیچ در واقع اتفاق رادیکالی که فهم ما رو از تغییرات اقلیمی و در واقع ارتباط بین در واقع میشن گازهای گلخانه‌ای و حالا تغییرات اقلیمی گلوبال وارمینگ و کلایمت چنج بخواد تغییر بده اتفاق نیفتاده. یعنی همه چی یه سالهای بودن مثل بقیه سالهای خودمون وسط هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. کیوتو سالها قبل بوده و اصلا که بقیه معاهدات که بسته شده سالها بعد بودن، اونجا هیچ اتفاقی نیفتاده. چی میشه حدس زد که دلیل اینکه دلیل این توجه ویژه‌ای که به بایوفیول‌ها شده سال 2005 دلیل دوم بوده و اینجا میخوام به شما نشون بدم که چقدر همه چیز وابسته به نفته. اگر شما برگردید و به ظرفیت استفاده نشده نفت اوپک نگاه کنید و این شاخص است که در واقع تا حد خیلی زیادی قیمت نفت بر اساس این تعیین میشه و تعریفش اینه که نفتی است که اوپک میتونه در عرض یک ماه وارد بازار کنه اگر بخواد. یعنی کار آسونی باید انجام بده در حدی که دو تا شیر رو بازبسته کنه و این اضافه بشه از بازار و خب این معمولا به صورت تاریخی 4-5% بودش، معمولا شیر دست عربستان، اونان که ظرفیت اضافی دارن، بقیه کشورها تا اونجایی که بتونن تولید میکنن. برای اینکه به صورت سنتی عربستان زور بیشتری داره در تعیین قیمت نفت بخاطر که اسپر کپاسیتی اوپک در واقع دست عربستانه. و شما اینجا میبینید سال 2002 به 2003 ناگهان این ظرفیت اضافاس یا ظرفیت اضافی که تو بازار بوده در واقع محو میشه و کشورها به این فرصت میفتن که خب نفت داره تموم میشه. اونجاست که دیگه دستکارم که تمام این داستان های پیک اویل و زهوری هایی که دیگه نفت به حد اکثر تولید نفت رو گذرونیم و اون از الان به بعد دیگه در واقع شاید کاهش خواهیم بود، مقاله پشت مقاله چاپ میشه و هست کنم که یه اتفاق دیگه که میفته اینه که پول زیادی سرازیر میشه به سمت بایوفیول. نهایتا نتیجه که میخوام از اسلاید بگیرم اینه که الان داستان گازهای گلخانه‌ای و اینا هم چیزایی که ما موقعی که پروپوزال می‌نویسیم برای دولت توش می‌نویسیم، ولی اون دلیلی که دولت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنن توی انرژی تجدیدپذیر من جمله بایوفیول‌ها عملا امنیت انرژی کشورشونه. اصلا توی این نمودار که اینجا مشاهده فرمایید محور عمودی مقدار بایوفیولیه که کشورهای مختلف تولید میکنن به ازای هر نفر شهروندشون و محور افقی در واقع نوع اون بایوفیوله. شما اگه بخواید بایوفیول رو توی در واقع سکتور حمل و نقل ماشینا در واقع استفاده کنید دو راه دارید، یا باید بایو دیزل درست کنید بریزید توی کامیون و ماشینایی که موتور دیزل دارن و یا بایو اتانول درست کنید یا چیزی شبیه به اون که بریزید توی ماشینایی که موتور بنزینی دارن. از کنم که هر چقدر کشورها به سمت راست نمودار متمایل باشن در اصل بایو اتانولی که درست میکنن بیشتر این ماشینا توی امریکا و کانادا اکثرا ماشینای سوار تفر میکنن همشون حالا همشون ولی درصد زیادیشون بنزینی هم، برای همین خب
ترجیح برای اینه که بایوتانولی تولید بشه که این ماشین ها بتونه استفاده کنن، در حالی که توی اروپا خب ماشین های سواری دیزل زیاده و می‌بینید که بیشتر کشورهای اروپایی که اورنگ سبزشون دادیم متمایلن به سمت شرق انگلستان. از کنم که با اینکه حالا ما تو ایران خیلی بایوفیول تولید نمی‌کنیم، تقریبا اصلا تولید نمی‌کنیم، ولی اگر بخوایم بکنیم چون منابعش رو داریم، حالا اگر بخوایم بکنیم باید کدوم سمت بریم؟ و این اصلا که سوال است که دوباره جوابش در گروه اینه که خب حالا پالایشگاه های نفت ما در آینده برای تولید کدوم یکی از این دو محصول نفتی بیشتر به درد سر میفتن؟ آیا پالایشگاه های ایران در آینده میتونن مصرف بنزین ایران رو تامین کنن؟ یا مصرف گازوئیل ایران رو تامین کنن؟ دیزل ایران رو تامین کنن؟ و این تصمیم گیری که در واقع به کدوم سمت حرکت کنیم از این نظر برنامه‌ی حجم زیادی از ضایعات کشاورزی داریم، همونطوری که توی اسلاید بعدی می‌بینیم پتانسیل فوق‌العاده زیادی داره ایران برای تولید بایوفیول، ولی اینکه به کدوم سمت حرکت کنیم دوباره از کارم که باید برگردیم به نفت و بالایشگاه. و یکی دیگر از مواردی که باید در نظر گرفت که بخوایم یه قدم عقب‌تر بریم اینه که نفتی که در ایران تولید خواهد شد در آینده چه کیفیتی داره، یعنی اون هم تاثیر خواهد گذاشت بر عملکرد پالایشگاه‌ها و خروجی پالایشگاه‌ها. و یک از کارم که آشه دولو غلطهایی باید همه چیز رو با هم دیگه در نظر گرفت. از اون طرف از کنم که داستان کلایمت چنج میاد که قراره که متاسفانه کشاورزی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و کشاورزی رو به تاثیر قرار بگیره، ضایعاتی که باقی میمونه از کشاورزی که محصول خوراک اولیه بایوفیوله اونا تحت تاثیر قرار میگیرن. و نهایتاً حق فرضی که دارم خدمتتون اینه که همه اینا رو باید با هم دیگه در نظر گرفت. اگر به صورت فرادا هر کدوم از این مباحث رو نگاه کنید خیلی حرفا میشه زد، ولی شاید خیلی ارزش خاصی نداشته باشه در دستید و بندید. عرض کنم که امریکا همینطوری که اینجا دیدیم بیشترین سرانه تولید بایوفیول رو داره. حتی خیلی بایوفیولی که توی امریکا تولید میشه علاوه بر محیط زیستی خیلی خوب نیستش، باعث که مواد خوردنی از ذرت و باعث قیمت ذرت بره بالا. علاوه بر میشن هم رعایت حساب کتاب و حسابداریش رو انجام بدید، این که خیلی شاید کمک نکنه به داستان نفت کردن گازهای گلخانگی، ولی در هر صورت بیشترین در واقع سرانه رو داره بین همه کشورهای دنیا. و اون دلیلی که باعث شده امریکا برسه اینجایی که الان هستش مطالعات فوق‌العاده دقیقیه که صورت گرفته، هم برای اینکه مالندکشون رو بشناسن بدونن که چه موادی دارن برای اینکه بتونن تبدیل کنن به بایوفیول، و هم فرایندهایی که در واقع این ضایعات رو بیا تبدیل کنه، و از اون طرف ساپورت در واقع قانونی داره، اجبار وجود داره برای اینکه چقدر بایوفیول باید تولید بشه و شرکت‌های فسیلی، شرکت‌های در واقع انرژی فسیلی تولید می‌کنن مجبورن که درصد خاصی رو در هر سال در واقع مخلوط کنن از این بایوتانول با بنزینی که دارن، و فوق‌العاده دقیق برنامه‌ریزی شده که سال به سال از هر مورد، از در واقع هر کدوم از فیدستاکایی که موجوده چقدر باید بایوفیول تولید بشه. اصلا که در ایران هم تو درس کردم در حال حاضر اتفاق خاصی نمیفته توی این حوزه، ولی پتانسیل فوق‌العاده زیادی وجود داره. یکی از پتانسیل‌ها رو که من دیگه خیلی وارد جزئیات نمی‌شم، ولی یکیشون اصلا که ساحل جنوبی ایران در خلیج فارس نزدیک 2000 کیلومتر ساحل داریم، شاید اگه بخوام محافظه‌کارانه نگاه کنیم یکی از بهترین نقاط دنیاست برای تولید جولبرگ. اگه بخوام یه کمی جرأت بیشتری به خرج بدیم می‌تونیم بگیم که بهترین جای دنیاست برای تولید جولبرگ. تمام عرض کنم که مواد لازم برای تولید میکرو جولبرگ های ریز رو داره. میکرو جولبرگ اگه نمیدونی چیه، این عرض کنم که ریز ذرات ریزی است که باید میشه رنگ آب عوض بشه، هر از رنگ آب سبز میشه یا مثلا تو استرالیا شاید مثلا قرمز بشه، و اونان در واقع مواد در واقع گیاهان یه جا دارن خیلی ریزی هستند که تکثیری هستند و به سرعت تقسیم میشن، به سرعت رشد میکنن، و یه چیزی نزدیک 40-50% وزنشون روغن است که به راحتی میشه تبدیل بشه به در واقع دیزل. و من یه حساب کتاب ساده از کنم که پشت پاکت ساندیسی انجام دادم، از کنم که یک سوم مساحت استنفورد، کمپس دانشگاه استنفورد، کافیه که ما کل عرض کنم که مصرف دیزل کشور رو تامین کنیم از همین میکرو جولبرگ ها. در اینچه حالا اگه نفت اونم نتونستیم تولید کنیم از مشرف خیلی اتفاق خاصی نیفته، با قول و لبان فتی تکون نخواد.
عرض کنم که برسیم به این داستان پروژه‌ای که قراره در خدمت آقایتون اجرا کنیم. ایشون توضیحات مبسوط رو در واقع بیان کردن، من خیلی دیگه وارد جزئیات نمیشم، فقط این سلایدهایی که آوردم و نشونتون میدم خیلی گذرا. عرض کنم که ما سه تا ورودی خواهد داشت کارمون. یکی نیروی انسانیه که محققین ایرانی هم خارج از ایران ولی مطمئنه سعی کنیم که از ظرفیتهایی که داخل ایران هست و شاید دوست داشته باشن که با ما کارکنان استفاده کنیم، سعی میکنیم که حتما دیالوگ رو برقرار کنیم با ایران. و قسمت دوم در واقع ورودی کار ما مقالات علمیه که از کنم که چاپ شدن تکنیکال ریپورتان، کیس استادی ها و غیره و ذالک. و قسمت سوم هم داده هایی هم که مرتبط با ایران هم که در واقع داده ها و ملاحظات در واقع مربوط به ایران، مربوط جغرافیای ایران. و کاری که ما خواهیم کرد اینه که این ستا رو بگیریم با هم دیگه و با در نظر گرفتن همه اینا با هم دیگه از کنم که خروجی کار رودمپ هایی خواهد بود که به صورت منسجم تمامی از کنم که حوزه‌های مربوط به یک قضیه رو بررسی کنه، نه اینکه من بیام بشینم برای بای فیول و خودم یه حرفی بزنم بدون که در نظر گرفته باشم که پس فردا در زمینه کشاورزی ایران برای که چه اتفاقی بیفته. از لحاظ عرض کنم که گستره جغرافیایی این خط شماتیک ما در حال حاضر داریم رایزنی میکنیم، صحبت میکنیم که تیم در واقع مرکزی رو شکل بدیم، میتونه از هر جایی باشه و زمینه‌هایی که در اون برای شروع کار برای بازن بده با فعالیت خواهیم کرد از کنم که مرتبط از همشون به در واقع توسعه اقتصادی 6 زمینه رو فعلا در نظر گرفتیم ولی میتونیم عوضشون کنیم به اینجا تر احساس نیاز بکنیم. در واقع انرژی، محیط زیست، کشاورزی، کلایمت چنج، آب و هم بلند. از کنم که کل صحبتی که امروز کردیم من رو افتاد من اگر به نظر من یک چیز باشه که من دوست داشته باشم که شما از این شما خودتون بیرون ببرید این است که در واقع وقتی به این مسئله کلام نگاه میکنید نمیشه یکیشون رو از کنم ایزوله کرد و جدا کرد و فتوا داد براش و همدیگه در نظر گرفت. من دوباره یک مثال میارم از این داستان اینترنتیتی و پیچیدگی هایی که ایجاد میکنه. شما اگه فرض میکنید که بخواید همین داستان انرژی فسیلی و نفت و گاز رو در نظر بگیرید، این به شدت معنی به اینه که مذاکرات در واقع که بین دولت‌ها در جریان در زمینه کلایمت چنج اون که بدون سمته و افتاد که اون میتونه منابع آبی رو به شدت تحت تاثیر خودش قرار بده، اون میتونه کشاورزی رو تحت تاثیر خودش قرار بده که میتونه بایوفیول ها رو تا تولید بایوفیول ها رو تحت تاثیر خودش قرار بده و بایوفیول میتونه نفت رو تحت تاثیر خودش قرار بده. الان اصلا که حجم بایوفیولی که وارد بازار میشه که در واقع نفت رو داره جایگزین نفت میشه، از حجم نفتی که در واقع بیش از تقاضا داره تولید میشه بیشتره. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگه بایوفیولی در دنیا تولید نمیشد نفت الان هنوز همون بالای 100 دلار میبودش. و این نفت خیلی جالبه، قیمت نفت خیلی رفتار جالبی داره با من. عرض کنم که و در نهایت اینا رو در جواب دوستان میدادیم توضیح فرمودن، من دیگه خیلی وارد جزئیاتشون نمیشم. ما داریم کار میکنیم به در واقع جزئیات کار، نحوه همکاری کار، پروتکل و بلی پرسیمت هایی که باید دنبال بشه تا کار بشست رو به هم دیگه. به زودی توی در واقع ماه می میتینگی خواهیم داشت با اعضای اصلی که تعیین شدن و سعی میکنیم سال دیگه کنفرانس رو بزرگتری برگزار کنیم تا هر کسی که علاقه داشت رو پذیرا باشیم. و در نهایت سعیمون برای خواهد بودش که سال دیگه این موقع در واقع اولین ریپورت ها رو و اولین خروجی ها رو تولید کرده باشیم. خیلی ممنون و متشکر از وقت توجهتون و اگه سوالی باشه خوشحال میشم. سخت‌ترین قسمت کار شما گیر آوردن دیتا واقعی از آدمایی که تو ایران کار می‌کنن با شرایط ایران آشنا هستن باشه.
شما چه پلنی دارید برای اینکه با آدمایی که داخل ایران هستن تجربه کاری دارن، تجربه استاد دانشگاهی دارن و با اونا از اون استفاده کنید؟ چه جوری میکنید کار بکنید؟ سوالتون هستن اگر فرقی ندارید؟ فرقی ندارید که شما خیلی خیلی سوال خوبیه، ولی لزومی نیست که همه دیتا های ایران فقط داخل ایران وجود داشته باشه. ما برای جمع‌آوری این دیتا ها که دیتا های کلیه خیلی مراکز بزرگ دنیا هستن که این دیتا ها رو جمع میکنن، ما کاملا میتونیم اونها در پاس باشه. نکته مهم به قضیه ترجمه کردن این دیتا ها برای ایران، اون اتفاقی که مثلا من عربستان نشون دادم که به شدت با وجود اینکه خیلی بیشتر از ایران نفت داره به شدت روی باتری‌های خورشیدی یا سولار سلا کار میکنه، مثلا ممکنه بشه همین رو کاملا ترجمه کرد برای آب و هوای ایران و یه شرایط ایران. از یه طرف هم ما با یه سری از اساتید دانشگاه تو ایران، رئیس دانشگاه مصنعت بوده، اساتید دانشگاه تهران صحبت کردیم، خیلی علاقه زیاد وجود داره به این ارتباطایی که در سطح دانشگاهی. خب قبلا قبل از این تحریم های شاهده هایی وجود داشت که حالا چیزی این کار کاملا قانونیه یا نه، ولی الان با تقریبا نصف نیمه شدن این تحریم ها خیلی علاقه شدیدی وجود داره به این کار. ولی اینکه چه راهکار اساسی وجود داره غیر از این ما هنوز داریم روش کار میکنیم. برگرد میخوام یه چیزی اضافه کنم. ما هر موقع صحبت کردیم با کسی از داخل ایران و کسانی که با کارهای مشابهی انجام دادن، تجربه مشابهی داشتن داخل ایران، اصلا که هر چیزی که در واقع شنیدی، هر نظری که شنیدی مثبت بوده و این بوده که از داخل ایران انرژی فوق العاده زیادی وجود داره برای کار کردن با خارج از ایران. حالا مثلا میتونه کنفرانس هم آیبریج بوده باشه که زمینه آنترپرنورشیپ و از وقت که بیزنس هایی که تازه میخوان پا بگیرن، علاوه علمی هم دقیقا همینه. اگه شما راهی وجود داشته باشه که میشه همکاری کرد، از اون طرف خیلی علاقه وجود داره. دیتا هم از کنم که لزوما نباید از داخل ایران، بعضیش بله شما با کار میدانی انجام بدید، برید اونجا یه چیزی اندازه بگیرید. خیلی چیزا وجود داره. خیلی من به شخصه تو زمینه کاری خدا خیلی شاید لنگ دیتا نمونم برای این کار. اصلا شما انرژی خورشیدی رو بخواید حساب کنه، خب این نقشه‌اش وجود داره دیگه، چیزی نیستش که نیاز باشه از داخل ایران بیادش. یا حتی همین داستان فلر کردن گاز، که شما فکر کنید که اینو واقعا باید یکی بیاره اونجا بالای در واقع دودکش اندازه بگیره ببینید که این حجم گازی که داره سوزونده میشه تو سر شانه نفت، به خاطر اینکه انقدر گاز داریم که دیگه به اون احتیاج نداری، فقط میخوان از شرمش خلاص بشن. این رو هم حتی نیازی نیستش که از داخل ایران دیتاش بیاره. این شما میتونید با در واقع ستلایت میام از نوری که تولید میشه تخمین میزنن، خیلی دقیق 2% میتونید تخمین زدش که چقدر گاز داره سوزونده میشه، که حالا حجم در واقع نوری، شدت نوری که تولید میشه اینقدر بشه. خلاصه عرض اینه که خیلی چیزا وجود داره، خیلی چیزا راحت میشه اندازه گرفت. و یکی اگه آدم سرچ کنه توی مقالاتی که وجود داره، من فکر نمی کنم اون بخش قضیه بخواد در واقع گلوگاه کار باشه. با توجه به محدودیت منابع مالی در ایران، اگر هر کدوم از این برنامه ها دو ساعت اجرا بشه، احتیاط به سرمایه‌گذاری خارجی از من خواستم ببینم که توی این زمینه شما هیچ نظری به خصوصی دارید و آیا پیشرفت هایی که این سرمایه‌گذاری ها بسیار در داخل کشور جهاز بشه چه فکر می‌کنید؟ اصلا اونجوری که من میبینم کار رو با دنبال اون مسیح حالا حداقل از شروع کار نخواهیم برم که حالا بخواییم سرمایه در واقع از این بر بس کنیم به اون طرف، کار ما این نخواهیم. کاری که ما خواهیم کرد یا حداقل بر شروع کار با این خواهیم بودش که درک درستی داشته باشیم از شرایط کنونی و درک درستی ایجاد کرد شرایطی که ایران میتواند داشته باشد در آینده و مسیری که به نظر ما باید پیموده بشه که از نقطه الف برسیم به نقطه ب.
این کاریست که ما انجام میدیم و اصلا چون برنامه طولانی مدته خیلی شاید بحث سرمایه‌گذاری خیلی شاید معنی‌دار نباشه وقتی به آینده دراز مدت آدم بخواد نگاه کنه. پس هم سرمایه‌گذاری شاید خیلی من در واقع تاثیرگذار نباشه توی این بحث و بحث. بلکه شخص و حتی ساختار حکومت هم در واقع چون که من می‌بینم خروجی این کار ما رو به نظرم کاملا نسبت به شخص و تا حد قابل قبولی نداره. مثال ساختار رو حکومت اگناستیک خواهد بود، یعنی برایش فرقی نخواهد کرد. حالا علاوه بر سرمایه‌گذاری خود فایننشال سپورت در پروژه نیز با گول این پروژه آیا پلن شما این است که شرکت‌های گرانت و پورتال و کانتریبیوشن پروژه کشور تامین کنید یا اینکه به هر حال آفتود این پروژه به نفع کشور ایران خواهد کند آیا گاورنمنت ایران خودش حاضر به همچین پروژه سرمایه‌گذاری کند؟ بالا ما اون مسیر رو امتحان نکردیم. حدس من اینه که خیلی دادم. ولی عرض کنم که حرکت تاریخ به سمت عقلانیت میشه بشه صاحب جد کردم. شاید در آینده ولی فعلا نه ما اساسا تو کار دانشگاهیه. فقر اقتصادی نیست. نه فقر دانشگاهیه و پالیسیه. نه پرافیت. ما دنبالی نیستیم. تمام بودجه هم که فیمت هم در این براش یا از طرف استعمارده یا از طرف امید مقدم و اگر هم بودجه بیشتر میدونم کشو بشیم از خارج کشور چیز میکنیم چون نمیخواییم باید در کنگی سیاس کشیم چیزی تصور این که ما هم توی که گفتن امید اینه که یه راهکاری بده باشه که هر کسی در ایران باشه بتون از این برای ایران و نقل سال آینده ایران تعلیم کنیم نه درگیری سیاسی بریم و نه میخواییم وقت از کنیم استفاده سیاسی بریم یا پول اونها رو بگیم کنیم کنیم باشیم همونی که با هزار یک شهر کشیدو کنیم و ما از این نیستیم شهر کشیدو کنیم بله همینطور که میدونیم قیمت نفت مربوط به ببخشید من انگلیسی میگم ولی به supply and demand درسته؟ و شما داشتیم گفتیم که ایران تا 100 سال دیگه نفت خواهد داشت به نظر من چیز عاقلانه دلیلی که قیمت نفت خیلی پایین اومده از بس همه کشورها پرودوس کردن درسته؟ در واقع بلاک هست بلاک اویل هست تو ایران بلیزه خیلی زیاده برای من به نظر من عاقلانه اینه که همه کشورها با هم جمع بشن مثل که نمیخوان جمع بشن پروداکشن رو بیارن پایین قیمت رو ببرن بالا و به یه بلنسی برسه که ما بتونیم این سپلای به 200 سال برسونیم ولی با قیمت بالاتر برای به نظر من عاقلانه تره تا اینکه شما راجع به پرودوس پامپ 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 یعنی بلا سر نفت اومده که الان می‌دونیم با اینکه 10 دلار میشه هر بشکه‌ای بازم با 50 دلار هم بیشتر این کشورها بودجه‌شون درست نیست حالا بحث نفت یه ذره بیشتر از سپلای اند دیمند کار یه مقدار خیلی متأثر بازی‌های سیاسی شاید الان در حال حاضر همونجوری که شما فرمودین مهمترین عامل توی قیمت نفت همین اوورسپلای یا اکسس کپاسیتی باشه یه سعود 2% برای هیچ مرچند دیگه شما نمیدید که با 2% اوورسپلای قیمتش روش 70% کم شد ولی هم نه ولی خب یه سری سیکل رو داشته نه تو دور زمان مثلا سال 1997 بعد از اینکه فاینانشال کرایسیس توی آسیا توی شرق آسیا اتفاق میفته قیمت نفت خیلی میاد پایین این باعث میشه که سرمایه گذاری تو زمینه نفت کم میشه وقتی که سرمایه گذاری نفت کم میشه سال 2003 2002 2003 همونجوری که پویانشون دادیم اکسس کپاسیتی میاد پایین و چون که میاد پایین باعث میشه قیمت نفت تا 150 دلار هم بره برای همین خب اینا طی میشه اونو خیلی ما نمیتونیم کار شد غیر از اون شیل آمریکا تاثیر داشته این بازیاییه که عربستان میخواد قدرت نمایی کنه تو منطقه
این اختلافات که بین ایران و عربستان وجود داشته به سال من تاثیر داشته توی این قضیه، برای همین خیلی بیشتر از فقط قضیه است. حالا ما قیمتش رو که خیلی ایران به تنهایی نمیتونه کنترل کنه، ولی میتونه تولیدش رو کنترل کنه که حالا اون مقدار پولی که از بهش میرسه به پولی که از این قضیه به دست میاره یه عددی باشه که حداقل بیشتر از خود جیبی رو محروم باشه. از این طرف دیگه هم خب قیمت نفت به هر حال میره بالا و مشکل اصلی اینه که با این اینفراستراکچر که الان ایران وجود داره تا 100 سال آینده نفت داره، ولی معلوم نیست تا کی بتونه این نفت تولید کنه. اگه با همین روند ادامه بده شاید خیلی زودتر از 2040 ما دیگه صادر کننده نباشیم، وارد کننده باشیم. برای همین و این همونجوری شما فرمودین، این یکی از این نفسایی که باید در کنار سایر مباحث بررسی شه. مثلا بایوفیول چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی این؟ شما چقدر آب یا امیشن هزینه میکنید به خاطر تولید؟ ولی حالا تو قسمتی که به نفت فقط مربوط میشه ما باید سعی کنیم اینو زیاد کنیم، مگه اینکه یک کانسترنت های دیگه وجود داشته باشه که انرژی و باز توی انرژی قرارداد شده بحث نفت و بایوفیول. من خواستم ببینم که در مورد سایر جوانب انرژی مثلا صنایع تو انرژی مدعی زیاد هست، کسی تو دنیا ما همین کمپس رو شما یک سوم شید کنید تو سولار میذارم با طبیعی رو پشششوش همون انرژی مثلا این مدعی زیاده، تو بقیه در واقع جوانب انرژی چه در واقع برنامه داره؟ بس کنم که خب بهتاد که زمین کارش نفت مطمئن شبای فیلو رو مطمئن کارش اصلا که زمین های دیگه متخصص خودش رو میتلبه ما فقط میتونیم شاید در سوال خود نظر کلی بدیم و برای برنامه ایجاد اصلا هدف این بودش که موضوعات پراکنده ای رو نشون بدیم که با هم مرتبط برای همین اینا رو انتخاب کرد، ولی مسلمه خب اونا دیده میشه اینو صحبت میکنم راجع به آینده انرژی توی ایران صحبت کنید بیمعنی خواهد بود اگر شما تولید برق رو در جریان در نظر نگیرید. مورد صحبت هم ایشون که بحث نیروی اقتصادی تبدیل شد بحث نفت، یکی از بحثایی که مطرح میشه راجع به تولید نفت در بعد صادرات نفت، آیا میشه راجع این پروژه صحبت کرد که بجای اینکه نفت خام صبح تولید بشه یا خودش لحاظ اقتصادی تولید کننده محصولات نفت میشه؟ بسیاری از کشورهای جهان تولید کننده نفت نیستن، محصولات نفت تولید میکنن از پلاستیک اقتصاد قرارن باهاش. این هم یکی از دستور کارست که احتمالا بحث هست که اصلا نفت خام صادر باشه یک پروژه بلند میکرد. بله خب اون در واقع تو حوزه پتروشیمی میشه حالا همین از مشتقات نفتی استفاده کنم از گاز استفاده کنم اون داستانش به جدا پتروشیمی به نظر من خیلی آینده روشن داره توی و خب مطمئنن از کار که در نظر گرفته خواهش وقتی میگیم انرژی از کار که شرکت انرژی مثلا اجزا پتروشیمی هم ولی شرکت تحت عنوان شرکت انرژی شناخته بشه اولا پتروشیمی به نحوی منظور شده با بحث نفت و گاز که دیگه خودی رساله. این در واقع دو تا مثال بود از کارهایی که میتونه این مرکز انجام بده. نفت فقط در زمینه تولیدش و بایوفیول در زمینه تولید انرژی از ساخت شبکه مرکزی. مسلماً همونجوری که بود گفت نمیشه هیچ کدوم از اینا رو بدون نگاه به چیزهای دیگه در نظر گرفت. امیدواریم که اینا رو بررسی کنیم. درآمدهایی که ایران بر کشور داره تصور میکنه بخش امن و نقل یا مثلا میتونیم بگیم The Logistic Hub of Energy and Commerce ایران دارم شعار میکنه که الان کریدور شمال به جنوب تا قزاقستان کشیده شده به این معنی که اهداف قزاقستان به ایران میاد، ایران وارد بازی گندم میکنه و از جنوب هم چین و هم هند دارن چابهار رو تبدیل به نگاهپورت میکنن. شما
آینده این رو در کنار درآمدهای کل ایران و نفت چیز می‌دونی؟ والا من اطلاع زیادی ندارم حقیقتش در این مورد که بخوام نظری بدم زمینه کاری آنالته و خیلی جالبه برخورد چون قسمت ترانسپورتیشن بود صحبت که باید درآمد شروع شد؟ بله به نظر جالب میاد ولی خیلی تو زمینه کاری ما نبوده که بخواید با عدد برنامه ما راجع به اقتصاد صحبت کردیم و قرار همه چیز مربوط به اقتصاد انرژی باشه و اقتصاد گلوبال وارمینگ زهر و زیان هایی که گلوبال وارمینگ میزنه برای همین کار اقتصاد شروع شد و برای تو شما خواستم بگم که اون کنفرانس مقدماتی که صحبت شد دقیقا هدفش این است که اون شاخص ها و رشته ها و حوزه هایی که باید دنبالش رفت و تحقیق کرد و آدم سالم براش پیدا کرد مریم این صحبتی کردن این دوستان صحبت کردن برای که این رشته تخصصی خودشون بود این ماشین و این خردار نوع فکر و تحقیقی بود که بایستی انجام بده به هیچ وجه فکر نمی کنم این صحبت هایی که ما کردیم این نبود که این تمامی این کاره این فقط یه نمونه چیز و بعد یه هیئتی باید بیاد یه گروهی در دوازده نفری که الان داریم سعی می‌کنیم پیدا کنیم که بیان اونا مشورت بدن که بگن اون رشته‌هایی که باید در موردش فکر کرد عرصه‌هایی که باید فکر کرد چیه اون که شما گفتید برای من کاملا تازگی داشت ما الان یه سال داریم در مورد این مسائل صحبت می‌کنیم اینا باعثی حتما اضافه می‌کنیم یه نفر پیدا کنیم که تو این زمینه صاحب نظر اینه که پروژه مشابه کاری که شما میخواییم انجام بدیم مؤسسه دیگه هست که انجام بده و اینکه اصلا تفاوت هستید کاری که شما میخواییم چیه؟ مرکز مطالعات انرژی مثلا من میدونم تو ایران هست که کارش هست هست کنم که اگر کارهای انجام بشه که حتما میشه خیلی جس و گرفته در جریان ولی کاری انجام میشه که بشه استفاده کرد که ما مطمئنم میکنیم توی ایران کسی که کارهای انجام میده اگه سازمان های دولتی باشن خب باید انجام بدن دیگه بحث ما اینه که حالا از این پتانسیلی که در خارج از ایران چجور میتونیم استفاده کنیم که یه خروجی داشته باشیم برای مملکت مگر اون کسی که داخل ایرانه که خب بخش از دولتی که داره همچه کاری میکنه که خب طبیعیه که انجام میده و باید انجام اگر بشه راه های همکاری پیدا کرد با هر کدوم از اینا خب بسیار عالیه ولی هدف اینه که کار مستقل باشه یا اگر بشه همکاری کرد شما سبب هدف تاثیرگذاریه حالا از هر طریقی که نشون دادیم که گفتیم که وایفیلد الان توی ایران تولید نمیشه تولید نفت هم که اون نوازان شدیدی و شبهی بیا شده که بایین اومد و بیرم به پیشمی کردیم یه رسطه و هر رو بارد کنیم خواهی فرض رو بیدن برای اینکه یه مقدار تولید بایگی نیاز داریم حالا یک کس که در فرق از مقدار نفت بگیم این جمع دست ها و این پروسترکشنی نیاز داره همین حد بایگی و از این پروژوبک ها چه خرجی داره از اون خرج میارزه برای اینکه فوکس کرده اصلا اینکه اون خرج میارزه یا نه خب یه بخش قابل توجهش بستگی به قیمت بقیه انرژی ها داره نفت مثلا حالا اگه بخواد در واقع بای فیول مایه رو بگیره ولی در کنار اون حالا یکی دیگر از مزیت هایی که بای فیول داره و مقابل اینجا خیلی راجع به صحبت نکردم کارآفرینی یعنی شما نفت یه سوراخ چلنجی میکنید توی زمین میاد بالا و حالا یه جابجاش میکنید و یه ریفاینری هست بنا بایوفیل و بقیه انرژی های تجدید پذیر شما باید در واقع باید کالتیویتش رو باید کشت کنید باید هاروستش کنید یعنی سولار اینطوری خیلی متمرکز شما باید چند ده آینه بزنید چند ده چند صد پی بی بزنید تا اینکه بتونید یه مقدار حالا کمی برق تولید کنید بایوفیول هم همینه توی فرض که هکتارها هکتار شما باید محصولات کشاورزی و برد زایاتش رو بیارید جابجا کنید از طریق کامیون و در خود این باعث میشه که قیمت تولید بایوفیول زیاد بشه در مقایسه با نفت ولی از اون طرف باعث میشه که تعداد شغل بیشتری ایجاد بکنه
البته اینجوری نیست که واقعا خودش در بیشتی خیلی خیلی نیست داره اینجوری باشه ولی واقعا نیست قیمت این پروسترکتر که سر نفت حالا قیمت اولی کار رو بازد اینجوری گمارت بر مینجی کردن شرط میشه نسبت این پروسترکتر که باید بیر نیاز برای پروس شدن اون قابل مقایسن اصلا یه باید بیر خیلی کم داره یا خیلی بیشتره مثلا شما کشاورزی رو به دلیل دیگه دارین انجام بدین در نتیجه اون زایاتش رو به هر حال داریم شما خرج برای روزایت برای تولید ساقه ذرت و ساقه گندم نمی کنید اون شما برای میگی باید گندم تولید کنید از کنم که اونو داره و درشه کل هزینه که شما پرداخت کنید اینه که اونو بردارید و ببریدش توی دست در واقع مرکز تبدیل و اونو تبدیلش کنید به بایفی تو زمین جلبت فرق کنید شما برای جلبت باید هزینه کنید، باید استخر بسازید، استخرتون باید هم زده بشه خود که جلبت رو بیان نور خورشید بشه خود تهنشین نشه مدام باید ارز کنم که این هم زده بشه در اینچه برق مصرف میکنید برای اون کار بعضا باید بهش پود اضافه کنید برای این مواد این ارگانیکی که لازم داره در اینچه فرق میکنه، جا به جا فرق میکنه بسیاری این داره که قیمت برق اونجا شدید باشه نمیشه خیلی حکم کلی داده باره مثلا شما تو برزیل از دوابر از نیشه کرد قیمت بایوفیل تولید شده از اون حالا الان نه ولی وقتی که قیمت نفتی که این بیشتر بود کاملا توان رقابت داشتش با نه کاملا بستگی داره که کجا این کار میکنید با چه مواد این کار میکنید و چه سوبسیدی و دولت میده مثلا توی امریکا با اجبار برای اینه که شما 10% فعلا 10% اتانولی رو مخلوط کنید با برزیل درچه خیلی اینجا بحثای اقتصادی مطرح نمیشه ولی تو بعضی از کشورها بدون دادن سوبسید هم تعالی رو باید داره باید حتی الان باشه شما خیلی بخوننده نیست باید دوباره دارمند که کشتین هستن سبایی نیه اقتصادی نیم بعد خب اون که سعید بند ولی وقتی که شواهد خیلی عرض کنم که خوشحال کننده نیست از یه جهت دیگری خوشحال کننده است و اون هم اینه که اجباری به وجود میاد برای حرکت عقلانی و سنجیده یعنی اگه نفت قرار بشه 120 دلار فروش بره و خیلی راحت فروش برگرده تو مملکت اون خیلی عرض کنم که دست کسی که پشت میز نشسته رو باز میکنه برای اینکه هر جوی دلش مصرف کنه باشه در حالی که اگه نفت قیمتش کمتر بشه الان بحث اینه که واقعا شاید یه قیمت اپتیموم وجود داشته باشه برای نفت که مردم ایران بیشترین منفعت رو از اون ببرن و اون قیمت 120 دلار شاید نباشه اون قیمت شاید 50 دلار باشه که باعث بشه که اینفراستراکچر مملکت داغون نشه زیر ساخت‌ها داغون نشه یه پول بیاد توی مملکت ولی همچنان تشویق کنه که اصلاحات اقتصادی انجام بشه مالیات ها معنی‌دار بشن درچه خیلی نمیشه گفتش یعنی شاید همین در واقع عدم دستیابی به پول سهل و فصولی که قبلا بوده شاید باعث بشه که خیلی عقلانی‌تر حرکت بشه پول جد این امید من از این زمان من این سوال کوچیک داشتم که یه مقدار می‌کنم به کشورهای بزرگ شده الان اگه مثلا دقت کرده باشید تو انگلیس عربستان امارات الان کشوری هستن که تو زمینه سولار فوتوولتیک سر که دو سال اخیر بعد دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن و این به اضافه این هستش که عربستان چون خودشون تمامی رو توجه به همین بازیگاه این سر ولی اگه واقعا بتونه این سوال رو جواب بدیم که با این حساب عربستان چرا داره که وقت میره و قدرت نفتیش رو داره شاید این عدم سیکیوریتی از لحاظ نفتی ایران کمک بکنه یه دیگه گوش داشته به سمت اینکه این رژرت رو چیزا حالا اینو یه سوال هم میکنم خاطر شاید خودتون میتونید بدید به بیانه اینکه چجوری واقعا میشه اینو سوق داد به این سمت و
والا شفران ما هر سال رئیسمون میاد به صحبت‌های برنامه می‌کنه. مشکل اصلی انرژی‌های نو اینه که لحاظ اقتصادی هم مناسب نیست. برای همین شفران با وجود اینکه انرژی کمپانی به حساب میاد ولی کم خیلی کمتر تو زمینه انرژی به حساب میاد. ولی برای کشورهای اون داره فرق می‌کنه. مثلا عربستان اگر بتونه عربستان گاز خیلی کم داره نسبت به نفتی که داره. برای همین شاید یه مقدار از این دیولوپ کردن این سوداراش به خاطر این باشه که نفت رو میتونه مستقر تبدیل بنزین کنه ولی اگه بخواد نفت رو بسوزونه و مثلا برق تولید کنه شاید همون خیلی میشه زیادی تولید کنه و مجموع شد کنه جریمه بده. از این طرفی هم اگر شرایط لوجستیکیش مناسب باشه هر نفتی که کمتر خودش مصرف کنه میتونه صادر. خب ایران هم بخواد دیگه یه سری از شرایط مشابه داره. ایران تفاوتش اینه که خب گاز زیاد داره دومین منابع گاز دومی رو داره برای احتمالاً سخت تر بشه موتیویت کرد ایرانو که دنبال انرژی های نوتر بره. ولی مسلماً در آینده با این جریمه هایی که قراره برای این مسائل در نظر بگیرن احتمالاً چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه بره. نه، از کار که زمینه گاز دهتا گفتش عربستان چون گاز کمی داره خیلی بخش قابل توجهی از برقش و سوزوندن بنزین نفت کوره و جون چیزها رو دست میاره. خب اون خودش پتانسیل داره که تبدیل بشه به یه ماده با ارزش بیشتر مثل مثلا بنزین یا مثلا خوراک بتروشی بشه هرچی. در نتیجه خب هر چقدر از تولید برقش رو که بتونیم بندازیم رو شونه سولار از اون طرف میتونه نفت بیشتری بفروشه یا ماده که مشتق شده از نفت بفروشه. نشه اون یکمی داستانش فرق میکنه. توی ایران اگر در واقع بخوام مسیر سولار رو اینا در واقع بگرفته بشه ایران قابلیت میدونی برق رو صادر کنه. یعنی حالا شاید برق داخلی رو بشه تا همین گازی که از گاز ایران خیلی گاز اینو حالا گاز داره و شاید منطقی تر این باشه که برای تولید برق مصرفی خودمون در واقع همون گاز در واقع تکیه بشه و حالا برق دیگه تولید میشه. خب این برق وقتی تولید میشه فقط برق نیست، یعنی این برق امیشن این بهش وصله که شاید یک کشور دیگه ای ترغیب بشه به خاطر امیشن کم این برق خریداری بکنه. تو که عرض کردم در جواب ایشون یک کشوری میتونه بیاد سرمایه گذاری کنه چون پتانسیلش رو کشور خودش وجود نداره سرمایه گذاری کنه توی کشور دیگه که یه محصولی یه حامل انرژی با امیشن کمتر تولید کنه و این پتانسیل توی ایران وجود داره از لحاظ سولار. و من حتی نظر من اینه که میتونه در واقع ایران صادر کننده برق که در واقع کم کربن بشه. Thank you.